چه عروسی بود، به به، مبارک باشه، نه خاله جون من نمیام، من میخوام بمونم. باش عزیزم، خوشبخت بشین آقا سامان، با اجازتو. مرسی مرسی، خواهشن حواست به این خواهر ما باشه. قربون داداش کوچولوی خودم برم. ای بابا آبجی، باز داداش کوچولو؟ بابا من 20 سالمه، ترم 3 دانشگاه، باز کوچولو هم. تو همیشه داداش کوچولوی منی. قربونتون برم، فلاش ان شاءالله که به پای هم پیرشید. کاری ندارید، قربونت برم. سامان جان میبینم. خدا حافظ، قربونت برم. خدا حافظ، قربونت بشم. کجا رفتید؟ ما گیر کردیم تو این ترافیک. داداش شما چرا زحمت کشیدید؟ دست مبارکتون باشه، سلامت باشید. چرا زحمت راضی به زحمت تا بودیم؟ مبارک باشه، قربون شما، زنده باشید. تا اینجا آمدید زحمت ممنونم، حالا خدمت میرسید، فرصت زیاده، قربونت برم، مبارک باشه، قربونت. خیلی زحمت کشیدید. قربونت، دندون باشم. زحمت کشیدید. قربونت برم. خدا نگهدار. دندون جون خوش اومدید. فدا شما. مرسی، خدا نگهدار. خوشبخت باشید. سلام خوش اومدید. بابا جون کاری با من نداری، امین جون کاری با من نداری؟ فکر نمی کنی یه روز بعد از عروسی خواهرت شاید کاری چیزی داشته باشه با تو؟ داداش جان لا لا بیا رایی که آخه تو که بابا تو میشناسی، حرفش نمی تونی حرف ازش، بیا بری داری بیا. باز که خوابیدی تو دختر، در باز نکردی تو؟ او نیستن دیگه، خوابن. چرا جواب نمیدن؟ چرا خواب باشن دیگه؟ یعنی کجان؟ احتمالا یکتا رو بردن مدرسه. کیه؟ بفرمایی. کیه مامان؟ کی میتونه باشه؟ قربونت برم، بابا بزرگینان دیگه. سلام بابا بزرگ. عروس خانم سلام. سلام بابا بزرگ. سلام بابا بزرگ. چطوری تو؟ خوبی؟ من خیلی دوست دارم. دست درد نکنه. میگم عروس خانم شادمات کو؟ نمیبینمش. کجا رفت؟ بابا جان مأموریت داشت، باید زود میرفت. دختر من اولین روز عروسی شگون نداره، مأموریت چیه؟ از قبل هر کاری کرد نتونست مرخصی بگیره. ای بابا. چیه بازم داری با تلفن بازی میکنی؟ مرجه بورجم برو دیگه. کجا برم آخه؟ برو دیگه، مگه مهمون نبودی؟ برو، بابا اجازه داد. برو برو برو. قربونت برم بابا جان، آبجی خدافظ. آخ محسن جان، داداشی زحمت بکش داری میری سر را، یک تارم ببر قربونت. آخه آبجی جون تو که میدونی یک تا عشق منه، ولی به خدا بچه ها خیلی وقت منتظرم. پسرم سر راد که داری میری اینو برس، بود برو هر جایی که برس میخواد. تو که میدونی خب من بچه ها منتظرم الان. اینه قور نزن همه جان، ببر سر راد اینو برس اونم بر بعد برو. خب تشبه برشم که حرف بابا رو میزنی. هی بابا. من جواب میدم.
بله بفرمایید. شما؟ گفتم شما؟ پروین کیه؟ گفتم شما؟ چی شده؟ چی؟ همه میدونن هزانت بچه بعد از 7 سالگی با پدرشه. خانم من دست تنها با خون جگر بزرگ کردم این بچه رو، کلی زحمت کشیدم تا به اینجا رسوندمش، حالا ایشون بدون هیچ زحمتی بیاد بچه رو بگیره؟ اسمشو گذاشته پدر. کی؟ کجا پدری کردی تو این 8 سال تو؟ این حرفا جاش اینجا نیست خانم. قانون میگه هزانت بچه بعد از 7 سالگی با پدره. ایشون هم موظف هستن نفقه و هزینه این 8 سال رو به شما پرداخت بکنن. پول چیه خانم قاضی؟ شما احتمالا خودتون مادری، میدونی شب و روز نخوابیدن با تمه بچه گریه کردن یعنی چی؟ خانم قاضی من 3 سال توی روزنامه کار میکنم، با 1000 گرفتاری این بچه رو بزرگ کردم. میدونید دستن ها بزرگ کردن بچه یعنی چی؟ بچه من مریض بود، هنوز خرج بیمارستانشو به خانوادم بده کارم. حالا این آقا اومده بچه منو بگیره؟ حالا که از آب و گل در اومده، ایشون اصلا صلاحیت نگه داشتن بچه رو نداره. خانم قاضی ایشون داره شلوغش میکنه، اگر ادعا میکنه که خرج بچه و بیمارستان رو داده، شما اگر تایید میکنید من بهش پرداخت میکنم. خانم قاضی من خستم، من خیلی خستم، میخواد بچه رو ازم بگیره؟ من بدون یک دا میمیرم، به خدا میمیرم. از دایی زن که میگن گریه هست همینا. خانم قاضی من اعتراض دارم، ایشون داره من تهدید میکنن. تو مال تهدیدی؟ حرف مفت نزن. ساکت آقا، همینقدر که اجازه دادم تو جلسه حضور داشته باشید کافیه، لطفا رعایت کنید. هزانت بچه طبق قانون با پدره. شما خانم مهدوی 7 روز فرصت دارید تا بچه رو به پدرشون تحویل بدید. سنی تو احساس داری، تو مادری، به خدا نیستی، اگه بودی حکمت این نبود. خانم مهدوی من قبل از اینکه یک زن باشم مأمور قانونم، ختم جلسه رو اعلام میکنم. Thank you.
فال بخر. خانم خستم، یه فال بخر. خانم جان دایی، میگم وقتی آقا سامان با مامان پروین ازدواج کرد فامیلی منم عوض میشه؟ ها؟ چطور؟ فکر نکنم دایی جان، نمیدونم ولی فکر نکنم، آمامه؟ نه یک تا جان، عوض نمیشه. الهی که خاله قربونت بره. مگه وقتی شما با مامان پروین ازدواج کردیم بابای من نمیشید؟ آقا سامان یه جورایی باباته، اما خب بابای اصلیت نیست. ولی من که نفهمیدم. عمو جون ما هم نفهمیدیم، حالا تو فکر کن باباته. مامت بس کن دیگه، دست از این عدوات بردار. اشتباه کردی. اشتباه؟ آره. چرا؟ تو خواهرتو نمیشناسی؟ خیلی قد و یدنده و لجبازه. خاصه حالا این چه ربطی داره؟ میره اونجا مطمئنم. کم کمش اینه که یه دعوای حسابی را میندازه. انگار تو پروینو نمیشناسی. پروین هر چقدرم قد و یدنده باشه اهل دعوا نیست. من خودم کاملا اینو میدونم. ولش کن. گفتی آدرس از کجا گرفتی؟ اجرای احکام. ای بابا خستم کردی آقا جون، نمیتونه حواله منو برسونی؟ بی خیال شما بشیم. یه لحظه گوشی. خلاصه این آخرین بار میگم، دفعه آخره، بارمو ناقص برفستی یا دیر برفستی دیگه ما شما کار نمیکنم. تمام. سلام خانم خانوما، خوش اومدی، بشین. ببین من نیومدم باهات کل کل کنم، اومدم فقط بهت بگم اگه یکتا رو دوست داری، اگه میخوای پدرش باشی، دست از این کارات بردار. یکتا بالاخره بزرگ میشه میفهمه تو پدرشی. چرا پرت و پلا میگی؟ من پدرشم، میخوام در حقش پدری کنم، برای این برگشتم. اون اصلا نمیتونه با تو ارتباط برقرار کنه، اون به من و سامان وابسته است، با من اون خوشبخته، میفهمی؟ به سامان میگه بابا. میگه بابا غلط میکنه، تمام اینا مقصر تویی، من اومدم در حقش پدری کنم، تو اونو با هم دیگه خوشبخت کنم. از این مردی که خوشتیپ جدا شو، برگرد سر خونه و زندگیت. متاسفم برات، خجالت آوره خیلی. قربون این دایی خوشگلم. دایی جان، دایی چرا همه ناراحتن؟ چرا مامان پروین گریه میکنه؟ ها؟ چه هیچی قربونت برم، یکی از دوستای مامان پروین یکم حالش خرابه، مامان پروین به خاطر اونه یکم گریه میکنه، نگران اون شده. دایی دروغگو دشمن خداست، مگه نه؟ یعنی قربونت برم فکر میکنی من به دروغ میگم؟ نه، احساس میکنم سرمو داری شیره میمالی. قربونت برم، آخه که دلش میاد یه دختری مثل تو رو سرشو شیره بمالونه. آخه همه یه جوری شدن تو این روزا. روباه ساکت شد و مدت زیادی به شازده کوچولو نگاه کرد. آخر گفت بی زحمت مرا اهلی کن. شازده کوچولو گفت خیلی دلم میخواد ولی وقت زیادی ندارم،
من باید دوستای زیادی رو پیدا کنم و خیلی چیزا هست که باید بشناسم. روباه گفت هیچ چیزی رو تا اهلی نکنن نمیتونن بشناسن. مامان جانم، اهلی کردن یعنی چی؟ اهلی کردن یعنی مهربون بودن، مثل شما و بابا سامان. مثل من و بابا سامان، مثل بابا شهریار و عم شهره. میگم مامان، شاسته کوچولو الان کجاست؟ حتما پیش مامانشه دیگه، رفته تا آخر اون با مامانش زندگی کنه، مثل من و شما که با هم زندگی میکنیم. احبه چه شازده کوچولویی دارم من. دایی جون قربونش برم. چطوری دایی جونم؟ ممنون. چی میخونی دایی؟ قصه. چه قصه ای؟ شازده کوچولو. میخوای من برات بخونم؟ بله. باشه قربونش برم. روبا گفت هیچ موجودی رو تا اهلی نکنن نمیتونن بشناسنش. این روزا آدم ها وقت شناختن هیچ چیزی رو ندارن. این روزا همه چیز رو آمادهش رو از مغازه میخرن، اما چون هیچ مغازه دوست نمیفروشه آدم ها بی دوست میمونن. تو اگه دوست میخوای منو اهلی کن. شازده کوچولو گفت چطوری؟ روبا گفت باید صبور باشی، اما باید بری لای علفا منتظر بشینی. من از گوشه چشم بهت نگاه میکنم و تو هیچ حرفی نمیزنی، چون حرف همیشه سوء تفاهم درست میکنه. تو هر روز میتونی یه قدم بیای جلوتر بشینی و به من نزدیکتر بشی. سیما رو یه تنظیم بکن، یه کوکشگاه میمینا رو بزن. محسن جانم عزیزم، من امروز یه کاری کردم. چیکار کردی؟ رفتم محل کار صابر. صابر؟ تو محل کارشو از کجا بلدی؟ اونجا رفتی چیکار کنی؟ رفتم شاید چی؟ رفتم شاید کوتا بیاد. با کی رفتی؟ چرا نگفتی من باهات بیام؟ رفتم قانعش کنم دست برداره، ولی قبول نکرد. خب معلومه که قبول نمیکنه. اون آدم عقده‌ای که من میشناسم به مادر خودشم رحم نمیکنه. گروکشی کرده، میگه اگه یکتا رو میخوای باید برگردی سر زندگیت. از خواب برگشتم به تنهایی، پل میزنم از زیبایی. محسن ممکنه تمامش کنی؟ سرم درد میکنه. ولی معلمت گفت که سمیه هم 20 شده. آره مامان، هم سمیه هم ساقم همه 20 شدی. باریکلا. راستی مامان، امروز معلمم گفتش که چون سمیه مریضه حالش بد بود، امروز نتونست بیاد. وقتی رفتی خونه برو بهش یه سر بزن. میشه الان برم؟ مامان جان الان نمیشه. عصری با هم میره یا فردا که جمعه است؟ نه مامان، عصری یا فردا یه موقع حالش خوب میشه. الان که حالش بده من میخوام برم پیشه. مامان جان الان که نمیشه، الان وقت نهار و استراحت فرشته من. نه مامان، من الان دوست دارم بریم. برشم اصلی ما یه قرار نشد با بابا سامان بریم خونه خاله پریناز اینا. قربونت برم، پس کیفتو بده به من. برو خانه من. خدافظ مامان. زود برگرد. خب عمه
بیا ببینم چه خبر. خدا رو شکر سلامتی. پرمی خانم این نوه ما کو؟ بابا جان رفت خونه همسایه‌مون دوستش. زود برمیگرده. بابا همه میدونم من فقط بهش گون دارم میام پیش شما. محسن برو دنبالش. آخه همه جا من که بلد نیستم که. پرمین آدرس رو بهش بده. ببین داداشی انتهای کوچه میپیچی دست چپ در سبزه. آها بودو داداشی. آخه بابا خوشا دیگه تمام دو نمیذاری من بشینم. ای بابا برو دیگه بذاری براتون یه چای بیارم یه شربت. نمیخواد بیا بشین راجع اون دادگاه بگو ببینیم بالاخره چی شد. آره چی کار کردی بابا جان؟ امروز مهلت آخر دادگاست. خب ممکنه هر لحظه صابر زنگ بزنه. اگه زنگ زد خواهش میکنم درو باز نکنید. یعنی چی؟ این بچه بازی یعنی چی در آوردید؟ ای بابا چرا شلوغش میکنید؟ اون اگرم بخواد بیاد قبلش زنگ میزنه. دختر این قایم موشک بازی کردن واسه چیه؟ میخوام بدونمش بعدش یه فکری میکنم. بابا یه خود عقلانی فکر کن. یعنی چی؟ راه درست اینه که از این شهر برم یکتا رو بردارم با خودم ببرم. من اصلا فکر نمی کردم که تو اینقدر روحیه ضعیف و ناتوانی داشته باشی. پس این روحیه قوی چی شد؟ کجا رفت؟ نمیدونم چی بگم دیگه بریدم. داداش اون خودش اعصابش خورده. ترسش در رو ما نمی کنه. گوشی داره زنگ می خوره. امی جون به جواب بده دیگه من دارم گوش کنم. بفرما چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ دارم به تو عتیقه نگاه میکنم با این هیکل قناست که زن من عاشق تو شده. ببینیم بابا هزار بار بهت گفتم مؤدب باش و بفهم چطوری حرف میزنی با کی هم حرف میزنی. آقای با کلاس بشی. چی میگی محسن؟ چی؟ یکتا چی؟ درست بگو. خب یکتا چی شد؟ چی شد؟ گوشی رو بده به من. الو چی میگی محسن؟ چی؟ ببین نکنه تو هم روزنامه نگاری. جبا. آره؟ برو بچه منو بگو بیاد زود. مطمئنی یکتا نرفته اونجا؟ یعنی چی؟ یکتا الان نیم ساعته که سامان بح 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 خانم رخ نمودن. میگه چی شده سمیه؟ میگه یکتا اونجا نرفته. مگه میشه؟ آخه بجز بجز بر من فیلم بازی میکنین جفتتون. برو بچه رو بردار بیار. برو بگرد برو بگرد دنبالش. ببین آقا پسر من حوصله این حرفا رو ندارم الان میفهمی؟ الان اون چیزی که عیانه بچه گم شده خیلی هم شک داری. بیا برو بگرد جواد بیا ببینیش چی میگن. کجا؟ تو رفتی نه رو کنم. به من ربطی نداره؟ به تو ربط داره؟ برو بینیم بابا. آقا صابر قدیمای تورایی جنتلمن بودی یعنی عداشو خوب در می آوردی. الان که با لاتولوتا می گردی جریان چیه؟ برو برو الاف برو اینجا با این هستا برو. Thank you.
نفس هامو میدم برای بودنت، صدات تو گوشم هنوز، شبا لالایی خوندنت، شبا لالایی خوندنت. قربون مرواریدای چشمای مهربون تو، دلم میخواد که بشنوم صدامو از زبون تو. تا هستی یا هستم برات میمیرم و زنده میشم، برام دعا کنی همیشه شرمنده میشم. تا هستی یا هستم برات میمیرم و زنده میشم، برام دعا کنی همیشه شرمنده میشم. شب‌های زندگی بهشت رو زمین من، تو تارو بود و جونمی مادر نازنین من. الهی صد ساله بشی مادر مهربون من، نفس بکش که جون تو بسته به جون من. هستی یا هستم برات میمیرم و زنده میشم، برام دعا کنی همیشه شرمنده میشم. تا هستی یا هستم برات میمیرم و زنده میشم، برام دعا کنی همیشه شرمنده میشم. نفس هامو میدم برای بودنت، صدات تو گوشم هنوز، شبا لالایی خوندنت، شبا لالایی خوندنت. دستبند میخری؟ فقط همین چند تا مونده ها؟ نه دختر، اگه دختر بچه داری بخر، عاشق این دستبندن. نگاه، 8 تومن بیشتر نیست. بخر منم برم خونه، از صبح اینجا. از صبح تالا اینجایی؟ یه دختر بچه این شکلی ندیدی؟ خوب نگاه کن. نه ولی چه قیافش آشناست. از زور تالا گمش کردم. خب به پلیس نگفتید؟ چرا گفتیم؟ دور از جون دخترت، ولی اینجا بچه دوست خیلی زیاده. بچه دوست؟ تو از کجا میدونی؟ یه نفر هست اینجا به نام جهانگیر، بهش جیمو هم میگن. چند تا از بچه فال فروش اینجا رو دزدیده. پس چرا تا حالا پلیس نگرفتتش؟ خودش نمیدزده که، آدم داره میاد این بچه ها رو میدزده میفرستتش واسه کار قاچاق. گفتی اسمش جهانگیره؟ بهش جیمبو هم میگن. تو چند سالته؟ من 17. اه بابجی پروین اینجایی؟ گرونت برم، ما همه نگرانت شدیم. بلند شو بریم خونه. من شغومت برم، ناراحت نشو. میخوام چنگی کنم. پروین عزیزم، میخوای چی کار کنی؟ اگه کاری از دست من و شیوا برمیاد بگو. نه عزیزم، اگه کار دارید برید. نه من مشکلی ندارم، فقط شیوا یه ذره حالش خوب نیست. اگه اجازه بدی ما بریم، ایشالله که زودتر پیدا بشه. قربونت برم، یه ذره حالم خوب نیست. بازم ای کاری چیز داشته حتما به من زنگ بزن. باش عزیزم، نگرانم نباش. برید مراقب خودتون باشید. خداحافظ. شلک زود خداحافظ. بچه بیایید اینجا ببینم قضیه چیه. بابا هیچ جو نمونده نگشته باشیم. من حتی خودم برای احتیاط بیمارستان سر میدونم رفتم.
از پزشک قانونی برمیگردم. نه خدا رو شکر استلام گرفتن موردی نبود، مطمئنم که زنده است، حسش میکنم بچم رو. باشه کاری نداری، خدا بسه. الو شما که چی بشه؟ آدرس بفرست. باشه بفرست. آره میام الان میام. حسابه. آره. آقا جون. جانا. من حرف دلمو بزنم. بگو. من اصلا به اونجا اعتماد ندارم. چرا واسه چی؟ نمیدونم. خیلی روه. آدم شک میکنه. نه بابا اینطوری هم نیست که میگی. میگم صابه تو به این دختره رهنا اعتماد کامل داری؟ آره بابا پدر باید مادر خدا بیامرزش خونزاد عمون بودن. میشناسمش. خونه زاده عموت بودم. اما من تو میری یه جوری ناراحتم. انرژی منفی داره. تو هم که به همه بد بینی بابا. آره آقا جون. آره. مگر اینکه برعکسش ثابت. نباش اینطوری. اه؟ اوه میام چون مهد داداش من. تو به خونه زندگیت برس. منم به کار میگم. برو. قدیمه یه زده تخبه هسته اینجا میجشتی. بازم میانم برای. بگو اصلا حوصله ندارم. سلام بیوش. بگو حرفت. بیا بشین. میگم حرفتو بزن. زنگ زدی گفتی کارت دارم، گفتی به نفته. خب بگو. ببین پروین، تو چرا نمیخوای قبول کنی من به خاطر چی گفتم بیای اینجا؟ به خاطر زندگی مشترک اون، به خاطر تو، به خاطر خودم، به خاطر یکتا. پرت و پلا نگو. پرت و پلا چیه؟ صد دفعه بهت گفتم از اون مرد که طلاق بگیر بیا زندگی مشترکمون رو شروع کنیم. خجالت آوره، خیلی پررویی. تو این شرایط بچم گم شده داری مزخرف میگی. بچه‌ت نه، بچه‌مون. وایسه میان. آقا این یارو نیومد. این مطمئنه کو؟ گفتی از چشم بهم نزدیک‌تره، خیلی آدم حسابیه کو. آقا حله، چند بار بهت بگم. چی رو حله؟ کار مهمیه پسر جون. آقا زن اصلا خفه شو دیگه. کسی؟ با کی بودی؟ الو ببین جواد اینجا به هم بریزه نابودت میکنم. قطع کن میرم تلفن. زنده بگو رفت میکنم. قطع کن نمیخواد زنده بگو کنی. با کی بودی؟ بابا با تو نیستم که، با اینم. نه بیا با من باش. ببین امروز تکلیفم با تو معلوم میکنم. کجا میری؟ وایسا. خانم قاضی، این خانم تهدید کرده بود که یا با بچه فرار میکنه یا میکشتش یا قایمش میکنه. بگید خانم. خانم قاضی، من همه رو اونجا نوشتم. یکتا گفت میره خونه دوستش، همیشه میرفت خونه سمیه. اصلا اشتباه کردم گذاشتم بره. شما چطور توی همچین موقعیتی اجازه میدین که بره بیرون؟ نمیدونم، نمیدونم خانم قاضی. پس توضیحی نداری؟ قبلنم بارها رفته بود خونه سمیه. حرفای شما برای دادگاه اهمیت نداره آقا. شما هم خیلی متزلزل صحبت میکنید، برای دادگاه قابل قبول نیست. خانم قاضی، من این خانم رو خیلی ساله میشناسم، اصلا اهل دروغ نیستم. شما؟ من رفیعی هستم خانم. منظورم نسبتتون با متهمه. برادر شوهرشون هستم. بهتر شما سکوت بکنید، به نفع ایشونه. کلیه مدارک نشون دهنده اینه که شما از جای بچه خبر دارید، یا حداقل مسئولیتش با شماست. با این شرایط هر دو تا پرونده ما بلا تکلیف میمونه.
من دستور بازداشت موقت شما رو میدم تا پلیس خودش جریان رو پیگیر باشه، یا اینکه 24 ساعت میتونم به شما وقت بدم که شما خودتون یکتا رو تحویل دادگاه بدید. خانم قاضی سند میشه براشون بذارین؟ نه خیر آقا، گفتم بازداشت موقت. ختم جلسه. سلام. سلام به روی ماهت، به اون چش سیاهت. موندنی یا رفتنی؟ چی؟ یعنی شما قراره اینجا بمونی؟ نمیدونم. طرف آشخوره. آی کیو میگم چند وقت اینجا قراره بمونی؟ نمیدونم. جرمه چیه؟ تو باز جر زدی جرزن؟ باز شروع کردی بابا. برو بابا شد یه بار مثل آدم بازی کنی. بیخیال بابا، بذار ببینیم مهمونمون چی کار است. اسمم داری تو؟ پروین. بوی آدم با کلاس ها رو میده. هر هر بس دیگه. اه سیمام. محسن جان داداش با این چه خبر بود؟ خواهی چه خبر باشه؟ مثل همینجاست، ساکته ساکته. بابا شهریار که داغونه داغونه، اما هم از اون بدتر. الهی بمیرم، نمیدونم آخه این چه بلایی بود سر ما اومد. پروین خانم چه کاری بود علکی علکی دست خودش داد؟ حامد جان، تو از کجا مطمئنی که آبجی پروین دروغ میگه؟ پروین خانم خودش گفته بود که اگه یکتا رو بکشم دست صابر نمیده. این معنیش چیه خانم؟ معنیش جنونه، جنون. تموم شد رفت. اون الان داغه، احتمال داره دست به هر کاری بزنه. بابا شما چرا اینقدر بدبینی؟ واقعا اگه آبجی پروین راست گفته باشه چی؟ اگه واقعا یکتا گم شده باشه چی؟ بابا فکر نمی‌کردم که اینقدر بی‌انصاف باشین شما. فکراتو کردی؟ نمیدونم چی بگم. نمیدونم چی بگم. تو فقط قبول کن و بگو باشه. همین. آخه من ببینم اصلا واسه چی برای من میخوای این کارو انجام بدی؟ ببین، چون از تو خوشم اومده یه جورایی. اصلا میخوام کمکت کنم. بده مگه؟ آخه اینجوری؟ دیگه به جور با جور شما کاری نداشته باش. خب؟ باید فکر کنم. تا صبح وقت داری فکر کنی. خوب فکر کن. خوب. همینجاست؟ مطمئنی؟ آره همینجاست. کوشم پس. میان الان. کم صبر کنیم. که رسیدین میگه چرا اینو باز نمی‌کنید؟ نمیشه خانم، واسه من مسئولیت داره. نگاه کن جناب سنگ، دستم قرمز کبوده. تو رو خدا خیلی آقایی. به خدا دست درد نکنه. نه فقط آزاد شه، من هستم اینجا. دست درد نکنه. خیلی آقایی شما. اصلا نگاهتون فهمیدم مهربون. مگه چیکار کرده؟ برو دنبالش رو نگاه می‌کنی؟ برو دنبالش. چرا نمیاد؟ چرا خب ماسته این؟ کوب کرده بنده خدا. برو بیارش. اوه تا من برم دنبال این وردارم بیارمش گرفتنمون که مجبور اینقدر چاق باشی. رژیم بگیر دیگه. برو بابا حرف نزن نرده بون. برو 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 بیارش. برو هرچی کار سخته میگن به من. بودو
فری. رفت؟ کی؟ خودتو لوس نکن، زندانی رو میگم دیگه. آره بابا رفت. آخ بدبخت شد. فرار کرد یعنی؟ نه خیر، گرفتیمش تحویل زندان دادیم. پریناز خانوم، دست شما درد نکنه. ممنونم خانومم، مرسی، سپاسگزارم. امروز کفیت خوب خروس میخونه ها. دستم بگی بلندشم، حال ندارم دیگه راه برم. بگی دستمو. خدا اون روزو نگیره که من دست تو رو بگیرم بلندت کنم. خودت بلندش رو پات وایسا ببینم. من دارم میرم. ای بابا چقدر بد اخلاق شدی امروز تو. ولی حامد جا. یه چیزی منو بد به فکر انداخته. خیلی مشکوکه. مشکوک؟ آره. چی مشکوکه؟ سلام ماما. بچه بیا تو. چه خبرتونه؟ سلام خانم. سلام، خوش اومدین. یعنی تو آدم نمیخوای بشی، درسته؟ چاو جان، سلام به دختر. ببین هنوز آزاد نشده، هنوز شاکی قبلیت رضایتش خوش نشده. چرا با این کارا میخوای واسه خودت درد سر درست کنی؟ مگه نمیشنوی؟ حرف بزن دیگه. چرا داد میزنی آقا؟ ترسیدم. علت همکاری تو با زندانی چی بود؟ فقط یک کلمه. من با هیچ کسی همکاری نکردم. این دفعه تو متهمم نیستم دیگه، چه برسه به مجرم. اصلا شما بفرمایین که شاکی من کیه؟ من خودم میرم ازش رضایت میگیرم. این دفعه دیگه راهی نداره. شاکی کلانتری و قانون و نیروی انتظامیه. فهمیدی؟ جناب سرهنگ، من هیچ جرمی مرتکب نشدم. جرم شما فرار دادن یه زندانی دیگه است. وا، به من چه که مامورای شما بی ارزن؟ والا. یعنی خانم پروین مهدوی هیچ ارتباطی با شما نداشت؟ نه، من فقط یه شب ایشونو در واقع شبی که بازداشت بودن تو بازداشتگاه دیدم. حتی زیادم خوشم نمیومد ازش. ولی هم بندی‌ها چیز دیگه‌ای میگن. پروین مهدوی به تو قول نده اگه کمکش کنی فرار کنه بهت پول بده. من؟ نه. یعنی شما هیچ پیشنهادی بهش ندیدی؟ من نه. جناب سرهنگ، به نظر من این چیزایی که شما میگین من اصلا هیچ خبری از هیچ کدومشون ندارم. فقط جانسان این مامورک داره وقت ما رو میگیره. شما امروز به اندازه کافی زحمتتون کشیدیم. بله جانسان. جناب سرهنگ، همونطور که میدونید متهم فراری خواهر منه. من میشناسمش. مطمئنم اگر اشتباهی هم کرده این خانم یادش داده. اون خیلی ساده است. فرار و اینجور چیزا که بلد نیست. بلکه ایشون متهم نیست و مجرم. بعدم قرار بود به زندان منتقلش بکنن. خیلی خوب، ببریش. بله بابا. جناب سر من کاری نکر. خود دست به من نزن، خودم بلند میشم. درست شد کنیم. خودم نزن، دست به من نزن. بایی جادو. چیکار کنیم قربان؟ آزادش کنیم بره. آزادش کنیم؟ گفتم آزادش کنیم. بله قربان. سیما دخترم. سلام.
سلام مامان قشنگم، قربونت برم من. وای وای چقدر دلم واسه تنگ شده بود. به خدا کلای دورت بگردم. عاشقت هم من به خدا. یعنی خوبی؟ خوبی عزیزم؟ قربونت برم خیلی دلم واسه تنگ شد. چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود عزیزمی. ماما اینا کجا؟ نمیدونم، رفتن دنبال این بچه مهمون نخونده. آها دختر پروین رو میگی. خیلی خوب، تلفن خونه وصله، من زنگ بزنم. نه بابا، با کدوم پول؟ خودم بهت پول میدم. خودم، نگران نباشی. برگشتن که. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید سر زدم و زنگ شدم. یا الله. بچه‌ها بیاین تو. بفرمایید. همه جا رو خوب بگردید. چش افتاد. حواس به بوچی کنار باشه. من شیش تونگم. پس از این نمک بازیات بردار. یه تو خونمه دیگه، چیکارش کنم؟ کجا بودی خواهر؟ ببخش، شما حکم ورود داری؟ بله. ببخشید خانم، سرزده مزاحم شدیم. آقای رئیس، حرفتو بزن. مؤدب باش خانم. شما با این خانم چه نسبتی داری؟ حالا فکر کن خالشم. ببین خانم، خواهرزاده های شما خواهر منو فراری دادن. لطفاً بهشون بگو بیان بگن جای خواهر من کجاست، که هم از جرم اونا کم بشه و هم من خواهرمو گیر بیارم. اه، مگه خواهر چه کار کرده؟ جاسای خبری نیست. باشو بری. مهدوی بیان. خوش اومدین. بازم سرزده تشریف بیارین. چیه؟ صاحبتو گم کردی؟ اینجا نیست. برو به سامان بگو بیاد. آقا صاحب کارش داره. اینم ببند. هوا سرد و سرما میخوری. اولا که پوستم کلفت سرما نمیخورم. دوما که با آقا سامان بگم که صابر خان شما کارش داره. آقا سامان ما کاری به صابرخان شما نداره. برو جواد، بیا برو. بیا برو محسن. چیه؟ برو سامان شوهر خالت بگو دمه در کارش داره. اون اصلا با تو کاری نداره. تو اصلا چجوری رود میشه بیا اینجا؟ بچه جون برو بگو بیا. تو اصلا چرا اینقدر خواهر منو اذیت میکنی؟ چه کرده دایی که افتر باز؟ دا
دایی جونی کی بودی شما نرسن دایی جان؟ من همان دیوار آمدی؟ از روی تیفنگ نیمدی از بالای دیوال اومدی تو دل نزن در اینجا تنگ شده بود دروم بگید زابو شما دل جلسون واسه ما تنگ شده بود خیه دوست من رویا سیماس سلام ایسان آذر گفت بیایم اینجا چند روزی مهمون شما باشیم آذر مایده پی بخوای نمو چه بخوای نمو خب چه به ما میگی خب آذر دایی حداقل آبرومون جلو مهمونمون نبر به مهمون تو آبرو داره مهمون تو آبرو داره آبرو داره آبرو داره بله 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 پی بخوای من پاشه خانم بزنی به آذر دایی آذر قاطیه ها میزنه اونا مامان آذرم آذر میگه الو خوبی احمد سلام جان خوبی آذر آذر جون خوبی من خوبم انشالله تو هم خوب باشی خوبه من خوبه تشکر قشنگی دارم ببین احمد یه چیزی ازت میخوام دختره اومدن اونجا دو سه روزی مهمونتن هواشونو داشته باش باشو خواهد بود به خدا کلی ندارم بس بیرون بیرون شنیدی؟ خانم متشخصیه آبرو ریزی نکنی نوشیزم نوشیزم فقط بیشتر اصلا بیانیم خب؟ حرف اضافه نزن خداحافظ نوشیزم میدهست چه خبره؟ هیچی الافا اینجا جمع شدن اومدن دو کلام با ما حرف حسابی بزنن حرف حساب بلدی؟ برو تو تنهایی بگو دادگاه هزانات بچه ها داده دست من دیگه؟ جون پروین هم به جون یک دا بسته است دیگه؟ بیا پروین رو طلاق بده از زندگیش برو بیرون بذار برگرده سر خونه زندگیش خجالت بکش بدونی به جای این حرفام برو دنبال پیدا کردن دخترت گوش کن به من سامان گوش کن به حرف من سامان خب دایی الان شما نظرت چیه؟ خودتون بردین و دختین بنشه خب حالا ناراحت نشو نظرتو بگو ما الان واسه این اینجاییم قاید شوهرش سامان؟ بیخیال دایی نه بابا کار اون نیست نه بابا سامان سامان صابره آها دایی شوهر قبلیشو میگه آها شوهر قبلی سامانه آره صابر دایی باور کن حدث منم همین بود تو بازداشتگاه بهش گفتم مگه نه خب آخه چرا دادگاه که خودش داره بچه رو میده به صابر دردش چیه بخواد بچه رو بدوزه آه کیو اون بچه رو میخواد بچه رو نمیخواد اینو میخواد اینو میخواد تو بازداشتگاه به خدا همینو بهش گفته بودم یادته خب فردا اولین کاری که میکنی میریم پیش پلیس. اصلا مگه خواهر خود پلیس نیست؟ پروین؟ ها. انگاری جلسه واسه شماست. من از اولش هم به صابر شکم بود. واسه ببینم تو مگه خواهر پلیس نیست راست میگه؟ چرا همه چی رو به اون نگفتی؟ اگه مطمئنی؟ اصلا باور نمیکنن. فکر میکنم من بچه‌مو دزدیدم. چه مسخره. خواهرته؟ خواهرته؟ مامان این خواهی نه نمی کن چوی اسخوی آشوانم یه بغل کردن محکم پشتم گن باشه باشه دایی ولش کن اگه اونو میخواستم بهش کمک کنن که اصلا نمیذاشتم بره بازداشتگاه تفلک تازه شوهرشم پلیسه اونم همین فکر رو میکنه دایی جان شما الان به ما بگو ما چی کار کنیم توی این وضعیت اصلا اینا رو بگو کن دایی الان چی کار کنیم؟ شما شدی خونه؟ آشپزی کنین من میرم تعقیبش میکنم که این سرنخ بیاستی میارم کیو تعقیب میکنی؟ چابرو صابرو کی شما تعقیب میکنی؟ نه خودت تنها برای میری؟ باش نه شما میای
میگم آقا جون ملکه آقا کجا هست؟ صاحبش کیه؟ والا بالای ترشته صاحبش هم آقا صابره. ای والا بینم کسی هم توش هست؟ رهنا خواهر کوچیکش البته چند روزیه جواد. ای بابا بینم صابه یه موقع زیرابی میره باز کنه اینا جون آقا فتح بزن حرفشو بزنه. حالا آقا فتح خانوادگیه نکنه شما هم جزو خانواده شی؟ خواهر زادمه. ای بله چکه دایی میگم آقا بسر یه دقیقه اینه بازی کنار یه دقیقه اینه بازی کنار یه دقیقه بیرون باش دو کلام حرف حسایی بزنیم و هم دیگه مردونه بزنیم. برو آقا جون برو بیرون برو اونجا آقا دوت دیگه برو آقا جون. این باز چیز از رومی اخلاش دو بلش کن صابر جون ما با هم چیکاره ایم اینو هم بگو بذار بهت میگم. مامان جون این همه رو زحمت کشیدیم اومدیم اینجا اطلاعات جمع کنیم. صبر کن ببینم مامان چی میگه. مامان رفتی اونجا چه خبر بود؟ چیزی نشنیدی؟ چیزی ندیدی؟ شنیدم داشتن میگفتن یه دختر به نام رعنا با خواهرش طرفای ترشتن. میگفتن اونجا جای امنیه. ترشت؟ خونه عموشه. عموش؟ عموش صابر دیگه. رعنا دختر بچه پروین جون فکر کنم دختر شما باید باشه. اسمش چی بود؟ آها یکتا. فکر کنم خودش هم مثل اسمش خوشگل باشه. از کجا میدونی یکتا اونجاست؟ مگه نمیگه خواهر کوچیکه؟ مگه نمیگه یه جای امنه؟ خب منظور چیه؟ ول کن تو اونجا رو بلدی؟ یه چیزایی یادم میاد. خیلی خوب حالا چیکار کنیم؟ هیچ میشینیم همدیگه رو نگاه میکنیم. را بیفت دیگه آکیو. برو عزیزم. یعنی فهم میکنی حالش خوب باشه؟ آره بابا نگران نباش. خیلی دلم براش تنگ شده. آخه به نظر میشه رفت اون خونه؟ آخه چجوری؟ نمیدونم از دری، دیواری، سوراخ سنبه جایی به نظرم شدنیه. فکر نکنم. چته؟ کار توه. اتفاقا بهناز جون این سری کار خودته و دست خودتو میبوسه. کور خوندی. اون سری که از دیوار رفتم بالا هنوز دستام درد میکنه. ببین چی کار میکنه؟ من از دیوار بالا نمیرم. واسه ببینم بهناز خواهر من مگه ما با هم دیگه صحبت نکردیم؟ مگه عهد نبستیم که به رفیقامون کمک کنیم؟ نگاه کن الان حالش بده دلت میاد. چرا اینجوری شدی تو؟ میخوای خرم کنی باز؟ آخه ماشاءالله تو با این قد و هیکلت من به این کوچیکی من چجوری میتونم تو رو خر کنم؟ فقط میتونی دستشو بلند کنه. بله خانومو جلسه گرفتیم بدون من. من آدم نیستم. شما سوپرمارکت بودی. بس کن رویه دوباره شروع کردی. حالا موضوع جلسه‌تون چی بود؟ موضوع جلسه ما داشتیم به این فکر میکردیم که یک رژیم واسه تو طراحی کنیم تا فردا فشرده. این بهناز اینجا چی کار از روز به روز قدش بلندتر میشه این لیلاق گردنش هم کلفتر. بی خیال این حرفا بابا باید بفره که هدف اصلیمون باشیم. چی میگی؟ برمه جون خوب جایی اومدیم ما واسه رفیق جون میدیم حالا میبینیم. آره عزیزم
برای مرخصی بهش گفتی؟ من پس فردا باید کرمانشاه باشم. گفتم، گفت فقط بره زود برگرده. آخ جون، من میرم پیش بابا. چرا غذا تو نخوردی همو؟ منو ببر خونه، من میخوام برم. اینجا خونه بابا تو دیگه. من که الان بابام اینجا نیست. عزیزم بابا همه الان میاد اینجا. کی میری خونه؟ کی منو میبری؟ میری من. خونه تو اینجاست. تو هم دختر صابرخانی عزیزم. من از تو خوشم نمیاد، از صابرخانم خوشم نمیاد. ولم کنه، میخوام برم خونمون. آقا چی کارو باشن؟ چطه؟ چیه؟ برای چی چه کار میکنی؟ چطه؟ آقا چی آقا؟ چطه؟ چطه بیرمی؟ گفتم غذا نخوردی، دوست نداشتی؟ برای چی رو بیسکویت آوردم؟ من نمیخورم. اسم من ژاکابه، ولی آقا خوشش نمیاد، رعنا صدا میزنه. اسم منم یکتاست. اسمت خیلی قشنگه، مثل خودته. موبایل داری؟ نه ندارم. میخوام به مامانم زنگ بزنم. شمارش رو حفظی؟ آره حفظم. ولی من اجازه ندارم به تو موبایل بدم. چند روز اینجایی، بعد مامانت میاد. اسم مادرت چیه؟ پروین. فعلا بیا اینا رو بخور تا ببینم چیکار میتونم برات بکنم. خانم جانم، من دستشویی دارم. باشه، من الان برمیگردم. تو اینجا چی کار میکنی؟ میخوام برم بازی کنم. لازم نکرده، همین جاها بازی کن، حواست هم به دختره باشه. به من چه؟ حرف نباشه. داری فینا تفه شور الکزی هر تفه در روی بینا بوده های کلا رو بکن بریا بشا بنام ریختش نمیخوره دوز باشه. معلومه دوز نیست. اینجوری چیکار کردی؟
آقا آقا برم کنیم برم. ببینم اوجون، اگه نمیخوای راستشو بگی میفرستم توی انبار، بعد بیری اونجا چی؟ با موشا تشکیل خانواده میدی. آره. باش من الان میام جایی نری. خلبت بود من بالا خودمو بسازم. بسازی؟ بیا پیش خودم، خودم میسازم ات، قربونت برم. من چه غلطی میکردیم بالا؟ افتادیم بالا چه غلطی کنی؟ همینطوری همینطوری. چاخان بهتر از این بلد نیستی بگی؟ ولی من مطمئنم یه کارهایی داشت میکرد. به به، چه خبره؟ سرکار خانم اینجا چیکار میکنن؟ اومدم احوالپرسی خانواده. چطی میگی؟ بچه پشت میگم چیکار بچه ها داری؟ زود بیرون؟ اه الان رئیس خانواده میاد خدمتون. بیرون بلش کن اینا، بلش کن چاقو دستت خطرناکه. بیا امو، بیا امو، بیا امو، بیا بیرون باشی بچه. بهتر کنمت. اونجو برو اتر همه قاتل دیم خوشنگی دارم همه برو نیازه چی با گرده همه اینجا چی کار میکنی؟ واسه اومدم نوکرتم. واسه من اومد؟ مگه من به تو نگفتم اصلا این بر نیا؟ آبجی وقت تو تلف نکن، بیا بریم. Thank you.
جایی تشریف میبری؟ شما؟ بهت میگم بهتر با هم باشیم. ماشو خاموش کن. یکتا برمیگرد. نفس 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 هامو میدم برای بودنت، صدات تو گوشم هنوز، شبا لالایی خوندنت، شبا لالایی خوندنت. قربون مرواریدای چشمای مهربون تو، دلم میخواد که بشنوم صدامو از زبون تو. تو هستی و هستم، برات میمیرم و زنده میشم، برام دعا کنی همیشه شرمنده میشم. تو هستی و هستم، برات میمیرم و زنده میشم، برام دعا کنی همیشه شرمنده میشم. ماه شبهای زندگی بهشت رو زمین من، تو تارو بود و جونمی مادر نازنین من. الهی صد ساله بشی مادر مهربون من، نفس بکش که جون تو بسته به جون من.